سلام دوستان، به کانال بیوگرافی فارسی خیلی خوش اومدید. مرسی که کانال ما رو انتخاب کردید و اگه هنوز عضو این کانال نشدید با زدن دکمه سابسکرایب عضو کانال ما بشید و با زدن علامت زنگوله از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید. جواد خیابانی 27 آبان 1345 در کرج متولد شد. او تهیه کننده، گزارشگر و مجری برنامه‌های ورزشی صدا و سیماست. همسر جواد خیابانی بهناز خیابانیه که در سال 1373 با یکدیگه ازدواج کردند و دارای یک دختر به نام نگار خیابانی هستند که در سال 1375 در کرج به دنیا آمده. در شهر کرج تحصیلات مقدماتی و متوسطه رو در هنرستان شهید بهشتی به پایان رساند. در سال 1364 در رشته مهندسی متالورژی از دانشکده تربیت تهران واقع در لویزان دانش آموخته شد. سپس در سال 1368 به عنوان مدرس هنرستان در دروس فنی به استخدام وزارت آموزش و پرورش درآمد. دو سال نیز در هنرستان رجایی بندرعباس به عنوان معاون آموزشی مشغول به کار شد. از همون دوران نوجوانی به کسب درآمد پرداخت و در 13 سالگی به عنوان کارگر ساده در شرکت کنسروسازی شمشاد به کار مشغول شد. خودش در این باره میگه در اون سالها در هر ماه 6000 ریال حقوق میگرفتم که نصف اون رو به مادرم میدادم و با بقیه پول مجلات کیهان ورزشی و دنیای ورزش رو میخریدم تا عشق و علاقه خودم رو به ورزش سیراب کنم. در سال 1360 بعد از طی دوران مدرسه راهنمایی در هنرستان شهید بهشتی کرج ثبت نام کرد و در طی 3 سال اول تحصیل در این هنرستان که در محله گوهردشت کرج قرار داشت به عنوان شاگرد اول هنرستان انتخاب شد. اما در سال 4 به خاطر حضور فراوان در مسابقات ورزشی مدارس کاملا از درس عقب افتاد و حتی معدل دیپلم خودش رو تا نمره 15 تنزل داد. او در سال 1364 در کنکور سراسری رشته ریاضی فیزیک شرکت کرد، اما نتیجه خوبی نگرفت و در رشته فوق دیپلم ریختگری در آموزشکده انقلاب اسلامی لویزان پذیرفته شد. وقتی نتایج کنکور اعلام شد، او از تهران دور بود، زیرا برای کار به بندرعباس رفته بود و به عنوان باربر در اسکلی بندرعباس و مدتی هم در منطقه چابهار کار میکرد. خودش در این باره گفته، من از کودکی و نوجوانی کار کردن رو دوست داشتم و در استادیوم ها بستنی و ساندویچ می فروختم. حتی مقواهای اضافی رو جمع‌آوری می کردم و با اونها نوعی کلاه یا آفتابگیر می ساختم و در استادیوم ها به تماشاگران می فروختم تا هزینه ی تحصیل خودم رو تأمین کنم و بعدها در دوران جوانی به دوختن پرچم های قرمز و آبی و نارنجی برای تیم آرارات اقدام کردم. همزمان در انبار بوجاری اداره اصلاح بذر کرج به کارگری مشغول شدم، زیرا احساس می کردم کار کردن جوهری مرده و این رو افتخار خودم می دونم که همیشه روی پای خودم ایستادم. او به خاطر بیماری فلج اطفال که در سال 1348 به اون دچار شده بود مشکلات حرکتی زیادی داشت که هنوز هم از اون رنج می بره. اما با این وجود در مسابقات دوچرخه سواری آموزشگاه‌های ایران در سال 1362 قهرمان جاده شد. در سال‌های 62 تا 64 هافبک چپ و دروازه‌بان تیم هنرستان و تیم منتخب آموزشگاه‌های کرج بود. در سال 1366 در المپیک دانشجویان ایران در شیراز شرکت کرد. در اون مسابقات او هم عضو تیم بسکتبال و هم تیم فوتبال منتخب دانشکده‌های فنی و مهندسی تهران بود که به مقام پنجم ایران در رشته فوتبال دست یافت. او در همون سال به اردوی تیم ملی دانشجویان ایران هم دعوت شد. این اردو هرگز تشکیل نشد، زیرا در اون زمان ورزش دانشگاهی چندان فعالیت مهمی نداشت. در سال 1373 در آزمون جذب گزارشگر و مجری ورزشی تلویزیون ایران پذیرفته شد. از اون زمان تا به حال به عنوان تهیه کننده، گزارشگر و مجری برنامه‌های ورزشی صدا و سیما کار می‌کند. در شرایطی که جواد خیابانی گزارشگر و مجری صدا و سیما که در بیمارستان بستری بود به شایعه تلخ و جنجالی درگذشتش واکنش نشون داد. فضای مسموم و مشمئز کننده ی شایعه سازی این بار گریبان جواد خیابانی رو هم گرفت و اکانت های فضای مجازی برای بالا بردن تعداد کاربران خودش به این شایعات دامن می زد. در این ارتباط چندی پیش با انتشار عکسی از جواد خیابانی که در بیمارستان بستری شده شایعه فوت اون رو منتشر کردم، شایعه‌ای که با واکنش او همراه شد. ایشون گفت
این عکس بسیار جالبه و نشون میده من مردم و البته که زندم و به امید پروردگار جراحی دوم خودم رو هم انجام دادم. اگرچه من رو کشتن و دفن هم کردن. این عکس رو از جراحی اول برداشتم. بعد از ریکاوری در ICU. بعدش هم منتظر بودم برای عمل اصلی. برای اینکه کسی اذیت نشه کاملا محتاط بودم. زیرا هم راه دور بود و هم محیط بیمارستان برای آرامش و آسایش بیمارانه، نه برای ازدحام و هیاهو. به همین دلیل در زمان بستری شدنمه که به کسی نگفتم کجا هستم تا مردم مهربان ایران به سوی بیمارستان روانه نشم. دست و پای اونها رو میبوسم که با مهر خودشون به من قوت قلب دادن. جواد خیابانی از سال 1373 تا به حال در بیش از 40 برنامه مختلف به عنوان تهیه کننده شرکت داشته. جواد خیابانی رو تقریبا تمام ایران میشناسن. گزارش به یاد موندنی اون در بازی ایران و استرالیا رو هیچ کس فراموش نخواهد کرد و غزال تیسپایی که روی نام خداداد عزیزی به یادگار گذاشته شد. دیدار ایران و استرالیا در آخرین بازی پلی آف جام جهانی 1998 فرانسه که به حماسه ملبورن معروف شد، سکوی پرتابی عالی برای وی به شمار می رفت. اما همواره گزارش های این موجی خوشقلب و مهربان همواره با جملاتیه که در ذهن بینندگان تلویزیونی باقی مونده. وی همچنین یکی از سهامداران و نماینده شرکت جیووا که مدتی تامین کننده لباس‌های تیم ملی ایران رو بر عهده داشت می باشد که از همون ماجرا با کارلوس کیروش وارد اختلاف شد. وی مدت هاست از آرزه ستون فقرات به دلیل وزن زیاد رنج می برد که در نهایت سال 96 در بیمارستان بین المللی تبریز خودش رو به جراحان سپرد. دوستان عزیز، ممنونیم که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگر به برنامه های ما علاقه مندید میتونید در زیر همین ویدیو با سابسکرایب کردن عضو کانال ما بشید و با زدن زنگوله اولین نفر از ویدیوهای ما با خبر بشید. تا برنامه بعد، خدا نگهدارتون.